برخی از افراد به نام هنری در قالب یک کمپین با انتشار یک ویدیو درباره کودکان سرطانی تحریم مالی و بانکی ایران را برابر با تحریم دارویی ایران خواندند این در حالی است که بریان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت که با وجود اعمال تحریم سخت علیه رژیم جمهوری اسلامی فروش غذا دارو تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران هرگز تحریم نبوده و نیست جمهوری اسلامی از ترویج دروغ و تحریف واقعیت ها چه منفعتی را برای خود می جوید؟ چرا برخی افراد شناخته شده جامعه هنری به جای آنکه بلندگوی مردم باشند ابزاری در اختیار حکومت می شوند؟ این, جمع... این, حرف شما ثابت میکنه که شما همون تحریم ها را تعیید میکنی و هم ببخشید ببخشید من اینو چون شما از این استفاده میکنی بلندگوی آقای بریان شدید شما به جای اینکه تحسین میکنید اون کسانی که اومدن میخوان علیه تحریم یه برنامه یه فیلمی یه چیزی درست میکنن اومدی به اونها وصف کردی گفتی اونها افراد شناخته شده جامعه هنری به جای اینکه بلانگوی مردم باشند شدن ابزاری در اختیار حکومت خب افتخاره یک هنرمند یا هنرپیشه میاد به نفع ملتش کار میکنه مگر نگفتی این تحریم تایید نمیکنم خب تحریم شامل دارو هم هست شما میگیست خودش میگه خب خودش میگه در تحریم های قبلی ثابت شد که خیلی ها مردن به خاطر کم دارو بالخصوص دارو داروهای سرطانی یا بیماری هایی که صعب العلاج هستن الان شما ببخشید من نمیخوام شما شما, شما, شما همین که کاری ندارم به گوگل شما اگر, اگر, شما اطلاعاتتون اطلاعات فقط از گوگل و از شما و از بریان هوک و از بریان هوک دیگه بس. و السلام علیه و السلام علی من اتبع الهدى تمام شد در حالی که وقت هنوز تمام نشد بفرمایید این آقای این مسئله بسیار مهمی مسئله جان انسان هاست جان کودکان جان شهروندان عادی واقعا باید دید که تحریم آیا دارو ایران تحریم شده یا نه یا این بیماران چه کسانی مانع رسیدن دارو به اینها شده چون واقعا یک جنایت علیه بشریته و تمام کسانی که بخوان مانع رسیدن دارو به بیماران ایرانی بشن به بیماران به هر بیماری به هر انسانی بشن واقعا یک جنایت علیه بشریت کردن خب و برای همین خیلی لازمی که این مسئله رو ما بررسی کنیم خود آمریکا که میگه ما تا تحریم دارو نکردیم خب حالا باید بررسی کرد که آیا واقعا اینها آمریکا دروغ میگه یا راست میگه اما من چند تا مسئله میخوام به شما متذکر بشم میگین که وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی آقای احمدی نژاد خانم مرزی دستیاری در سال 1391 همون زمانی که اون زمانم تحریم ها بود خودش گفتش که این دولت ارزی تخصیص نداده به خیلی از داروها و به جاش دارن پرشه وارد میکنن ماشین گران قیمت گزارش کمیسیون اصل نود مسجد مجلس هم اون اومد قشنگ گفت که بله دولت احمد نژاد در برای بعضی از داروها ارز تخصیص نداده بود به جاش حدود چند هزار ماشین بسیار گران قیمت و لوکس وارد کرده بود حالا اینها رو بگذاریم کنار در سال 1396 زمانی که اصلا تحریمی هم نبود ببینید دار به علت نبود داروی دسفرال 93 نفر بیمار در ایران مردن به شکلی میشه گفت کشته شدن به شکلی به خاطر کمبود دارو. چرا چرا دارو داروی دسفرال برای ایرانی ها نبود که 93 نفرشون از نبود دارو بمیرن در مهر 97 آقای وزیر بهداشت آقای روحانی توضیح میده میگه برای اونایی که دو سال یا سه سال بخوان بیشتر طول عمر داشته باشن که ما که نمیتونیم یک میلیارد هزینه میلیارد تومن هزینه بکنیم یعنی میگه که چون این داروها خیلی گرونه ما دو سال, سال وزیر بهداشت جمهوری اسلامی وزیر بهداشت ببینید همین وزیر بهداشت میگه مصرف داروی خارجی خیانت است در تلویزیون جمهوری اسلامی اینو میگه وزارت بهداشت باید برای انتخاب بین تامین شیر خشک و داروی بیماران دیگر در برابر داروی بیماران خاص یکی را انتخاب کند همینجا میگه که به دلیل مشکلات مادلی چتر حمایتی خود را از روی خارجی برداشتیم ببینید بیماران مبتلا به اس داروی اسپین رازا رو الان دیگه در ایران وجود نداره و وزارت بهداشت میگه مهم نیست بذاری بمیرن چند ما برای چی برای اینها رو خرج کنیم در حالی که واقعا این یک جنایت علیه بشریت و همین هنرمندان باید بررسی کنند باید ببینن که واقعا چرا دولت جمهوری اسلامی تخصیص از رو برای هزاران بیمار که در آستانه مرگ کودکان زنان پیران جوانان مگر این تاثیر تحریم نیست نه نه به کجا تحریم کرده سال 96 تحریم بود نه 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 نمیخوام دفاع کنم وقتی وقت که نبود شما ارزو قطع از ایران خب نمیتونه به در اینها این افراد همه باید محاکمه بشن از جمله نمایندگان مجلسی که این مسئله رو اه بسیار اهمیت ندادن و اون هنرمندان باید واقعا بیان این مسئله رو بررسی کنن ویدیو جدیدی درست کنن خانم گلستان فرمودن در موردی که برخی از اقلام تحریم نمیشه و آقای نجا گفتن چرا میشه من آقای نجا رو ارجاع میدم به خبرگزاری مهر من تایید نمی کنم حرف خبرگ... نه حالا حالا من 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 خبرگزاری مهر به حال آقای دوشمن. نجار آقای ولی خبرگزاری مهر یه خبرگزاری معتبر از نظر شما یا اینطور نیست نمیاد بستگی دارد به خبرش منظور من نه اصلا کلا خبرگزاری عارف الحق تعرف اهل من خبرگزاری مهر در یه خبر میگه که بزرگترین صادر کننده دانه سویا من از من از دارو صحبت نمی کنم. بزرگترین صادرکننده دانه سویا به کشور ایران امریکا. کشور آمریکاست امریکا. این دانه سویا یکی از استراتژیک ترین غلات قرن که <تصفح> یعنی هم ازش روغن میشه گرفت هم ازش از پروتئین میشه گرفت و هم از اون کنجالش میشه برای خوراک دام استفاده کرد اینجا برای من سوال پیش میاد که اگر یک کشوری غلات رو به ایران صادر میکنه دارور رو صادر نمیکنه نه چرا دارور صادر میکنه ولی همونطور که خود شما هم گفتید چون تحریم شده دولت اولویت بندی میکنه کی و کجا موضوع دارو و درمان برای دولت جمهوری اسلامی اولویت بوده که حالا بیاد از این پول و از این بودجه ای که داره برای مسائل دارو و درمان استفاده کنه هیچ وقت نبوده در جواب شما در مورد این سلبریتی ها کار مارکس یک تعبیر خیلی خوبی داره در مورد جامعه دعوای بین جامعه و بین پرولتاریا و برجوازی از یک خورده طبقه صحبت میکنه به نام لومپنها این لومپن های یه گروهی هستند که به هیچ جا تعلق ندارن و در خدمت برجوازی حرکت جامعه پروتاریا حالا اون تو تعبیر مارکس میخوام بگم از, از حرکت، از انقلاب حرکت پرتاری جلوگیری میکنه یا اونو به تأخیر میندازه دقیقا ما همین لومپن ها رو در حال حاضر در ایران داریم کسایی که حاضر نیستن گفتم اعلام کردم کسایی که حاضر نیستن برن خبرگزاری های داخلی رو بخونن و بعد چشمشون رو میبندن و در خدمت سه یک نظام استبدادی قرار میگیرن ببینید این سلبریتی ها که خیلی هم موثرن و در مواقع میتونن واقعا صدای مردم باشن بعضی هاشون نه همشون بعضی هاشون واقعا به نظر من سه مشکل اساسی دارن بعضی ها فقط دنبال فالوور و سوژه داغند بعضی هاشون ضمن اینکه سواد لازم سیاسی ندارن شدیدن اصحار نظر سیاسی میکنن همیشه و بعضی هاشون هم که خیلی در نکتره در اون جست و رولی که یکی دو بار در فیلم ها بود یا سریال بازی کردن بعد در زندگی واقعی خودشون هم در همین جست و رول باقی میمونن در مورد فالوور خب متاسفانه این چشم هم چشمی رقابت خیلی چیپ و خیلی بیارزشی که هست در جامعه این سلیبریتی ها هم گرفته ولی ما دیدیم که یکی از اینا یکی از این آقایون که فالویراج به پنج میلیون هم رسید به اندازه سر سوزن این فالویرات براش تبدیل به شعور نشدند و چندی پیش پیجش رو بستند به خاطر توهین های جنسیتی که کرده بود با از اینکه که پنج میلیون فالویر داشت در مورد احسار نظر سیاسی طبعا توقع نیست که تک تک اینا کارشناس سیاسی باشن اما با توجه به اینکه پارو گذاشتن روی در حوزه عمومی دارن کار میکنن و خیلی برای خیلی الگو شدند و خیلی ها چشمشون به دهن اوناست باید با مسئولیت صحبت کنن باید با آگاهی صحبت کنن مخصوصا سر بزنگاه ها در دوران تحریم ها در دوران انتخابات در دوران و اما نورد سوم حتما این جریانی شنیدید که از هنرمندان ایران دو سه بار در فیلم و سریال ها نقش شخصیت های مذهبی رو بازی کرده بود بعد کم کم تو سر و می اومد در مورد مسائل نز... به کارشناس دینی هم اصلا نظر می کرد بعد رفت دو سه تا فیلم مربی نقش مربی ورزش اینا رو بازی کرد روی نقش ورزشی بازی کرد بعد شده بود کارشناس ورزشی می اومد در مورد ورزش هم واقعا به عنوان کارشناس نظر میداد حالا یه موردش خودم شوهرم یکی از هنرپیشه های ایرونی که چند بار در رول های, آدم های خیلی خاکی و عارف مسلک و معتوازه و در خدمت عموم بودن صحبت بازی کرده خودش گفته بود من با آقای قاسم سلیمانی دیدار کردم و خودم دیدم که ایشان به مرحله سفر عرفانی رسیدند یعنی شده بود عارف شناس هم خب به نظر من این سه معزل و جامعه هنری و سلیبریتی ایران باید حل کنن در جستی که بهشون سپرده شده در زندگی واقعی نمونند و دنبال فالوور نباشند ببینید دو یکی بحث دارویی که مطرح شد که اگر نگاه بکنیم 96 درصد داروهای ایران در داخل کشور داره تولید میشه ما فقط 4 درصد دارو از خارج وارد میکنیم که این 4 درصد هم بخش عظیمش داروهای جنسی و زیبایی اندام و لاغری و است یه بخش میمونه برای داروهای سرطانی و ام اس و هپاتیت و غیره این داروها رو کی داره وارد میکنه شرکت های دارویی یک باند مافیایی است که هیچ ایرانی هیچ شهروند و بخش خصوصی نمیتونه واردشه و سهامدار بشه شما فقط یه نگاه ساده بکنیم به سهامدارهای اصلی شرکت‌های دارویی وارد کننده در ایران کیه مثلا شرکت لقمه یا مؤسسه جامعه الصادق که به ریاست آیت الله کنی که باید مسجد رو بگردونه داره واردات دارو میکنه آقای محسن رس... رفیق دوست بنیاد نور متعلق به آقای محسن رفیق دوسته وقتی این مافیای دارو... دارو رو میبینین و میبینین چمدون چمدون داروهای سرطانی داره از کشور از طریق عراق خارج میشه قاچاق میشه تا جایی که نرخ قاچاق دارو در ایران برابر با نرخ قاچاق کوکائین در جهانه اینو دیگه آمار رسمیه در رابطه با سلبریتی ها من آخرین نکته بگم من درود میفرستم به روح فریدون فرخزاد درود میفرستم به استاد شجریان که این همه ظلم بهش شد ولی پای مردم ایستاد سلبریتی من ناراحتم شخصا از اینکه دانشجو بودم پول نداشتم جمع میکردم برم تا پرویز پرستویی رو ببینم ناراحت میشم وقتی میبینم ایشون مطالعه نکرده یا به چه دلیلی میاد دفاع میکنه از مافیای دارو در حالی که باید بیاد روی سخنش رو به طرف حکومت و باند قاچاق دارو بکنه و بگه این تحریم ها شده این تحریم ها خیلی بده ولی شما باید این مشکل رو حل بکنید